خود هم بازی اون کل همه کسی نمیداریم بکشن اینجا همه هم هستی پشتن به تو دیوار همراهان تلویزیون کانال جدید سلام من رضا سرالک هستم به همراه همکارم حامد جمالی برنامه دیگری از سری برنامه های نبه ادام رو تقدیم حضورتون میکنیم با ما همراه باشید عصر روز 25 اردیبهشت 1399 یاسر اکبرپور 21 ساله با موتورسیکلت در حال برگشت به خانه بود که در کمربندی مهرشهر کرج از سوی یک ماشین شخصی مورد تعقیب قرار گرفت. سرنشان این خودرو شخصی که هیچ نشانی از نیروی انتظامی بر آن دیده نمی‌شد، راننده خودرو که بعداً مشخص شد استوار یکم علی محمد بابایی بوده از ماشین پیاده شده و از فاصله 40 متری یاسر را مورد هدف قرار گرفت که منجر به قتل یاسر اکبرپور شد. در همین رابطه خانم افسانه محمد تغییر ریحانی مادر یاسر اکبرپور رو داریم که از طریق اسکایپ با ما هستند. خانم محمد تغییر ریحانی سلام. سلام علیکم. خسته نباشید. ممنونم، متشکر. در ابتدا می‌خواستم که قدری راجع به فرزندتون یاسر اکبرپور صحبت بکنید. ما رو شریک غم خودتون بدونید در ابتدا. کمی صحبت بکنید راجع به فرزندتون، سن و سالش، تحصیلاتش، به کاری که مشغول بوده. صدای من رو دارید؟ صدای من یاسر اکبرپور. بله. بفرمایید. پسر من یاسر اکبرپور 21 سالش بود. یاسر اکبرپور 21 سالش بود. و بچه خیلی زرنگ و خیلی متین. اصلا یعنی از شخصیتش هر چی براتون بگم کم گفتم. آدمی خیر، دست فقیره رو میگرفت، دست کودکان و کار رو میگرفت. یعنی به نیازمندان و فقیران، اونایی که بی سرپرست بودن، یعنی بدون هیچ کسی که بفهمه به اونا کمک میکرد. یعنی من از خیابون رد میشدم، یه وقت میدیدم یه پیرزن یا پیرمردی جلوی منو میگرفتن، میگفتن خانم ریحانی دستت درد نکنه، دیشب برامون برنج آوردی، یه کیسه برنج آوردی، گوشت آوردی، مرغ از پسرت فرستادی. پسرم گفت که اینا رو شما فرستادین، در حالی که اصلا من هیچ خبر نداشتم. گفتم به خدا من خبر ندارم، پسرم خودش براتون آورده، من خبر ندارم. پسر من یه همچین پسری بود، یا کودکان کار که مثلا اونا را میدید میگفتن عمو به ما کمک نمیکنی، که میشناسن همه می. بعد تحصیلات پسر من دیپلم بود، بعد چون من خودم فوق لیسانس دارم، بچه‌ام گفت تو ایران که الان که مادر من این همه مدرک گرفته، خونه نشینه، خانه هیچ کاری نمیکنه، یعنی کاری نیست در قبال مثلا درسی که میخونیم. حالا قرار شده بود یه هفته بعدش، یک خرداد، بچه‌مو میخواستم بفرستم هلند، کاراشو کرده بودم، یک خرداد میخواست بیاد هلند، بعدش کاراشو کرده بودیم که متاسفانه این اتفاق افتاد. خانم ریحانی در این رابطه در مورد این اتفاق ناگوار صحبت بکنید که چه زمانی رخ داد، در چه مکانی، و یه خورده ابعادش رو باز بکنید. پسر من ساعت 6 بعد از ظهر از کمربندی مهرشهر داشت به طرف خونه می اومد که زنگ زد که من یه 5-6 دقیقه دیگه خونم، که همین تماسش. بعد همین تماس رو قطع کرد، میخواستم بگم برام یه چیزی بخره. یه 2 دقیقه بعدش تماس گرفتم، گوشیش از دسترس نشد. بعد گوشیش، هر چی زنگ زدم گوشیش خاموش شد. که تو همون چیز
بچه‌مو تحت تعقیب قرار میدند با ماشین شخصی سوزوکی ویتارا با شماره شاسی 329P37 ایران 11 که سرهنگ محمد معزی گودرزی ملقب قبل از این چیز کلا ملقب به تو چیزم تو گوهردشت که من از گوهردشت این چیز رو شنیدم قبل از این جریان که برای بچه‌م بیفته قبلا مثلا این جریان رو شنیده بودم که ملقب به این چیز میشناسن این آقا رو ملقب به جنایتکار خونخاره بعد با خودروی شخصی سوزوکی ویتارا که گفتم به رانندگی استوار دوم علی محمد بابایی که هر دو نفر با لباس شخصی بودن که و ماشینشون یا خودشون هیچ آرمی از نشانی بودن پلیس باشن نداشتن پسرم را بدون هیچ که جرمی مرتکب بشه الان مثلا من چجوری از خیابون رد میشم منو تعقیب میکنن و پسر منو تعقیب میکنن تحت تعقیب قرار میدن عین داعشیا عین تروریستا عین این دزدای سر گردن بعد بچه‌م ترس جانش چیزو جونشو برمی‌داره میره تو شخمزار که خودشو به کشاورزا برسونه که از اونا کمک بخواد موتورشو رها میکنه فرار میکنه اونجا اینا هم از ماشین پیاده میشن بعد به طرف بچه من طبق شاهدهایی که اونجا بودن اونا که گفتن در جا بچه رو میزنن بعد اونجا هم که کشاورزی بود تا زانو همشون تو گل رفته بودن یعنی انقدر مثلا چیز بود نه سنگی بود نه هیچی همینجوری رو اونجا فرار میکنه و بچه منو در جا میزنه از پشت رو به بچه من چون در حال فرار بود به پشت بچه من میزنه بچه‌م در دم میمیره بعد از اونجا متاسفانه از همون منطقه تا بیمارستان سارالله 3 کیلومتر راه کلانتری میرشهر 9 کیلومتر راهه به جای اینکه به آمبولانس زنگ بزنن آمبولانس بیاد بچه منو ببره به کلانتری گشت زنگ میزنن کلانتری میاد بچه منو تو چیز میذارن توی بر میدارن میگه سنم اونایی که شاهد بودن میگه 3 نفر برداشتن نتونستن بردارن 4 نفر اومدن برداشتن گذاشتن تو چیز و سمند و بچه رو بردن طبق برابر ثبت بیمارستان سارالله اونجا هم که میگن بچه منو که برده بودن فوت شده بود بعد هیچ اقدامی در مورد که مثلا بچه‌م زنده بمونه یا چی انجام ندادن آیا معلوم شده آیا معلوم شده خانم ریحانی که دلیل این حرکت چی بوده چرا شلیک کردند بله من تو دادگاه از علی محمد بابایی پرسیدم که به چه عنوان بچه منو زدی برای چی بچه منو زدی گفت ما گفتیم ایشون فرار کرد خب ایشون فرار کرد اصلا بچه‌م ترسیده توی جای خلوت خودشو رسونده به آدما خب ترسیده که شما داعشی هستین ترسیده تروریستی هستین چون قبلا تو این منطقه بچه منو خف کرده بودن که پروندهش هم هستی که بچه منو تو همون منطقه خف کرده بودن بچه‌م ترسیده جونشو برداشته فرار کنه که زدن بچه منو فقط میگه فرار کرد ما زدیم بله. میخواستم بزنم به پاش خورد به تحالش رگ شریانیش و از نافش در اومده بود گلوله در جا بچه‌م مرده بله. خانم ریحانی متاسفیم واقعا ولی میخوام که کمی میدونم شاید سخت هم باشه برای شما بازگو کردن این وقایع یا پرداختن به این اما میخوایم که برای روشن شدن از خانه عمومی کمی در رابطه با دادرسی روند دادگاه و حکمی که صادر شده صحبت بکنید حکمی که صادر شده برای پسر من چیز شبه عمد زدن قتل شبه عمد زدن و بچه من که میگم گناه بچه من چیه همه پا هیچ جرمی نتونستن رو پرونده بچه من بذارن بعد آیه علی محمد بابایی قاتل بچه‌م به 6 ماه حبس تعزیری و 1.5 میلیون ریال به جزای نقدی محکوم شده به جای اینکه مثلا بچه منو کشته ولی 1.5 ساعت بازداشت نکردن که مثلا الان داره بچه من زیر خربارها خاک خوابیده ایشون داره برای خودش
زندگیشو میکنه. آیا عدالت این است؟ آیا شما به این حکم شکایت کردید؟ اعتراض دادیم ولی فعلا اعتراض نیومده. بله. هر روز جواب اعتراض دادیم تو دادسرای نظام شهرستان کرج. بله. فعلا اعتراضش نیومده. بعد این آیه چیز محمد معزی گودرزی، سرهنگ محمد معزی گودرزی که لقبش هم بهشون گفتن، این تو این پرونده دست برده و کاراشو ایشون داره انجام میده. الان فردی که شلیک کردن و محکوم شدن آزاد هستن، درسته؟ بله آزاد هستن. بله. میگم نیم ساعت بازداشت نشدن. بله بله. خانم ریحانی، مطمئنا شما تنها نیستید. مادران زیادی هستن که داخل ایران دادخواه خون فرزندانشون هستند و فرزندانشون، عزیزانشون، جگرگوشه‌هاشون توسط عوامل حکومت به قتل رسیدند و خیلی مهم هست که این اتحاد بین مادران دادخواه شکل بگیره تا صدای رسا و قوی تری داشته باشند. نظرتون در این مورد چیه؟ درسته بچه های مردم، آدم با خون جگر، با داری نداری، با همه چیز بچهشو بزرگ میکنه که به یه امیدی که عصای بچهش دستگیر فردای مادرش باشه، پدرش باشه، که بیان اینا بچهای پلیسای چی بگم، این جور آدما بیان بچهای مردمو زیر خاک ببرن که با امیدش، امید زندگیشون از الان. من مثل مادرای مثل من چون الان رنج کشیدم، درد کشیدم، میفهمم الان اونا مینه من زنده بود، مردن ما الان هیچ فرقی نمیکنه، ما این مرده متحرکیم. چون یه جوان رو بزرگ کنی و به عرصه برسونی و بیان جوانای مردم رو بکشن، چرا؟ آخه به چه دلیلی؟ بله. مادر ستار بهشتی، مادر پویا بختیاری، مادرهای زیادی هستن که مثل شما داغدار هستن و واقعا سخت هستش حتی برای خود من که الان نشستم و دارم با شما صحبت میکنم. من در انتها میخواستم که اگر که درخواستی دارید از مردمی که داخل ایران هستند یا نهادهای حقوق بشری، اگر صحبتی دارید، درخواستی دارید، همینجا اعلام کنید تا ما به سهم خودمون بتونیم این درخواست شما رو به گوش مردم و نهادها برسونیم. بعد چون بچه من، خب این که بچه منو زده، شغل سازمانیش راننده بوده و راننده هم طبق چیزایی که طبق قانون هیچ طبق قانون به کارگیری سلاح و نظریه حقوقدانان برجسته مانند دکتر علی محمد علی اردبیلی و دکتر محمد هاشمی، ماموران تحت هیچ شرایطی حق ندارن به افراد پیاده تیراندازی کنند، چرا که پلیس از ابزار لازم برخوردار است و میتواند متهم را دستگیر کند. اگر برخلاف این باشد و باعث قتل گردد، اقدام وی جنایتکارانه بوده و باید مجازات شود و طبق قانون به کارگیری سلاح و نظریه گذات عالی رتبه دیوان عالی کشور و قانون مجازات نیروهای مسلح و استادان برجسته حقوق، مامورانی که برخلاف ضوابط و مقررات عمدن اقدام به تیراندازی نمایند و موجب قتل کسی شوند، قتل عمد محسوب شده و حکم وی قصاص می باشد. با توجه به کیفر خاصی که توسط جانشین دادستان دادسرای نظامی استان البرز که در پرونده صادر شده، تیراندازی عمدی بوده و بدون رعایت نکردن ضوابط و مقررات، چرا قتل شبه عمد نوشته شده؟ آیا برای چنین شخصی که فرزندم را به قتل رسانده حکمش فقط همون 15 میلیون ریال جریمه می باشد؟ کجای قانون این چیزا را نوشته؟ قانون آیا ما که تو جمهوری اسلامی میگیم عدالت برابری، آیا پس بچه من یه همچین کاری رو میکرد، همین کار رو در مثلا یکی رو میزد میکش، برعکس مثلا این محمد علی محمد بابایی رو میزد میکش، این حکم همین کار رو برای بچه منم میکردن؟ نمیذاشتن بچه من یک ساعت بازداشت باشه؟ بله جمهوری اسلامی، یعنی قانون کشور ما این همه ضعیفه؟ ما کشور خودمون مثلا
کشورهای دیگر رو مورد ایراد قرار میگیرن ماموراشون که فلان اقدام جنایتکارانه کردن فلان کردن، پس عدالت کشور ما کو؟ اینا که ایراد میگیرن، پس ایراد میگیرن از جانب خودشون هم ایراد بگیرن. الان بچه منو به چه جرمیه؟ به یه جرم نتونستم بچه من ثابت کنه، یه دونه جرم فقط ماموره میگه من گفتم ایست فرار کرد زدم، عدالت رو اجرا کردم. بله باش، عدالت رو اجرا کرد. ممنونم خانم ریحانی. به هر حال سخته، من واقعا متاسفم، باز هم میگم ما و تمام مردم رو قریم شریک غمتون بدونید و اینکه ما مطمئنن پیگیر هستیم، پیگیر آخرین اخباری هستیم که از طریق شما میتونیم دریافت بکنیم و اون رو به گوش مردم برسونیم. شما هم به صف مادران دادخواه پیوستید و از شما و تمام مادران دادخواه میخوایم که خیلی رسا و قوی حرفتون رو بزنید، چون حکومت میخواد که شما ساکت باشید تا سرپوش بذاره بر روی جنایاتش. به هر حال ممنونم از شما که با ما همراه بودید و بعد بفرمایید بفرمایید. ممنونم، لطف دارین. بعد این گوشی بچه منو علی محمد علی محمد بابایی با گنداق اسلحه زده گوشی بچه منو شکونده. این تو این آیا بچه من از اونا فیلم گرفته در حال ارتکاب جرم بودن؟ چی کار میکردن که مثلا این اگر تو این نگاه کن بیفته زمین آیا اینجوری میشکنه؟ این ورش سالمه؟ این ورش رو زدن با گنداق اسلحه که جای گنداق بعد تو چیزش هم بود، جای گنداق اسلحه هم ده قشنگ اینجا مشهوده. بله در جنایت ولی متاسفانه به این گوشی هم رسیدگی تو دادگاه نکردن. بعد سیمکارت گوشی پسر منو مثلا همون روز دادن، دو روز بعدش چیز رمشو دادن، دو روز بعد رم بچه منو دادن. ما مطمئنن که شرمنده این جمله یادم رفت. بفرمایید. این بچه من اصلا مسئله مالیشو نمیگم، این بچه من از اونا چی دیده که مثلا اینا اونو مورد تعقیبش قرار دادن؟ بچه من تو گردنش زنجیر طلا داشت که میگم خرید ماشین میکرد، اونو مایشگاه بود خرید فروش ماشین میکرد، پولش هم همیشه تو جیبش زیاد بود. نه به زنجیر بچه من رحم نکردن و به پول تو جیبیش هم که من به مال مردم این رحم نکردن. نمیدونم حرف دلم رو به کی بزنم تا حق بچه‌م رو زنده کنم، نمیدونم چی کار کنم، موندم. من از درد این که نمیدونم چی کار کنم هر روز صورتم رو چنگ میندازم. این کاری نمیتونم بکنم، هیچ چی کاری مونده. متاسفانه کسی هم جوابگو نیست. بله تنها کاری که میشه کرد اینه که نهادهایی که داخل ایران هستن، نهادهای مردمی، فشار بیارن، وکلا بتونن دادخواهی بکنند، چون به هر حال همون قانونی که جمهوری اسلامی داره و حتی همون قانون نیم بند خودش پایبند نیست و اون رو زیر پا میذاره و جنایت انجام میده و قصد مبارت انجام میده، به هر حال یک جایی باید این صدا رسا بشه، بلند بشه تا بفهمن که بتونن دادخواهی انجام بدن و وکلا مطمئنن، وکلایی که طرف مردم هستن و نه طرف حکومت، بتونن کمک به شما بکنن و ما هم به سهم خودمون صدای شما رو میرسونیم به گوش مردم و نهادهای حقوق بشری. ممنونم خانم ریحانی که توی این برنامه با ما همراه بودید. باز هم من میگم ما و تمام مردم رو شریک غم خودتون بدونید. ممنونم، قربان شما، دستتون درد نکنه از اینکه همراهی کردین، همدلی کردین با ما، دستتون درد نکنه. لطف دارین، نمیدونم با چه زبونی از شما تشکر کنم. خواهش میکنم، این وظیفه کوچکترین کاری هست که ما میتونیم به نوبه خودمون انجام بدیم، وظیفه ماست، نه وظیفه ما، وظیفه تک تک مردم آزادی خواهی هستش که
دست و پنجه دارم میکنم با ظلم و ستم جمهوری اسلامی. ممنونم از شما و پیگیر اخبار بعدی از شما خواهیم بود. همراهان تلویزیون کانال جدید و برنامه نبه ادام، ممنونم که با ما همراه بودید. قبل از انتهای برنامه به نظر شما رو جلب میکنم به اطلاعیهی که کمیته بین‌المللی علیه اعدام در این رابطه آماده کرده. من تا برنامه بعد اوقات خوبی رو برای شما آرزو میکنم. در برنامه بعد هم همراه ما باشید. روز روزگارتون خوش. چرا فرزند من را کشتید؟ این فریاد دادخواهانه افسانه محمد تقی ریحانی، مادر یاسر اکبرپور است که فرزندش به تاریخ 25 اردیبهشت 1399 به دست نیروهای جمهوری اسلامی به قتل رسید. وی اخیراً با انتشار یک فایل صوتی که نسخه از آن نیز در اختیار کمیته بین‌المللی علیه اعدام قرار داده شده است، خواستار اجرای عدالت در مورد قاتلین فرزندش شده است. این در حالی است که یک دادگاه نظامی در استان البرز قاتل یاسر اکبرپور را به 6 ماه زندان محکوم کرد که او نیز به پرداخت جریمه نقدی ناچیزی محکومیت زندان را خرید. عصر روز 25 اردیبهشت 1399 یاسر اکبرپور 21 ساله با موتورسیکلت در حال برگشت به خانه بود که در کمربندی مهرشهر کرج از سوی یک ماشین شخصی مورد تعقیب قرار گرفت. سرنشینان این خودروی شخصی که هیچ نشانی از نیروهای انتظامی بر آن دیده نمی‌شد، کسانی جز محمد معظمی گودرزی، فرمانده انتظامی شهرستان کرج و راننده شخصی وی استوار یکم علی محمد بابایی نبودند. یاسر اکبرپور از ترس اینکه همچون سال گذشته سارقین در کمین وی نشستند تا او را خفت کنند، از موتورسیکلت پیاده می شود و به مزارع کشاورزی اطراف پناه می برد تا از کشاورزان کمک بگیرد. در همین حال استوار یکم علی محمد بابایی از ماشین پیاده شده و از فاصله 40 متری یاسر را مورد هدف گلوله قرار می دهد که منجر به قتل وی می شود. این پرونده در دادسرای نظامی استان البرز مورد رسیدگی قرار گرفت، با اینکه در کیفرخواست دادستانی قاتل به تیراندازی عمدی بر خلاف ضوابط و مقررات متهم شده است، اما او به قتل غیر عمد محکوم شد. در نهایت طبق گفته افسانه محمد تقی ریحانی، مادر یاسر اکبرپور، قاتل به 6 ماه زندان محکوم شد که در ازای پرداخت یک جزای نقدی معادل 1,500,000 تومان از محکومیت زندان نیز معاف شد. این حکم اولیه دادگاه مورد اعتراض خانواده یاسر اکبرپور قرار گرفت. آنها معتقدند که فرزند آنها بیگناه به قتل رسید. از همین رو دادخواهند و میخواهند که این قتل و جنایت لاپوشانی نشود. به گفته بستگان و نزدیکان یاسر اکبرپور، او جوانی خوشقلب، مهربان بود تا آنجا که میتوانست به کودکان کار و خانواده های تنگ دست کمک کند. کمیته بین‌المللی علیه اعدام همراهی خود را با دادخواهی خانواده یاسر اکبرپور اعلام میکند. از نظر ما قاتل یاسر هم علی محمد بابایی است و علی و هم مخصوصا محمد معظمی گودرزی، فرمانده او که بدون دستورش علی محمد بابایی به یاسر شلیک نمی کرد. محمد معظمی گودرزی، فرمانده انتظامی شهرستان کرج، شخصی جنایتکار است و باید به دلیل شرکت در قتل یاسر اکبرپور و انسانهای بیگناه و حق طلب در کرج مجازات و محاکمه شود. ما همچنین ارجاع پرونده قتل یاسر اکبرپور به یک دادگاه نظامی را اقدامی برای لاپوشانی جرایم نیروهای انتظامی می‌دانیم. جوانان مردم را می‌کشند و آگاهانه در دادگاه‌های قضایی خود را از انجام هر گونه قتل و جنایتی تبرئه می‌کنند. سیستم قضایی جمهوری اسلامی یعنی همین، تبرئه آدمکشان حرفه‌ای و کشتن بیگناهان و به اسارت درآوردن حق‌خواهان. کمیته بین‌المللی علیه اعدام همه مردم آزادی خواه، نهادهای مدافع حقوق انسان و به ویژه خانواده های دادخواه را فرا می‌خواند که نسبت به این جنایت رژیم اعتراض کنند و به یاری و کمک خانواده دادخواه یاسر اکبرپور بشتابند و علیه این جنایت به کارزار قدرتمندی علیه حکومت آدمکش اسلامی و قاتلین یاسر دست بزنند. همبستگی همه مردم تنها عاملی است که میتواند جلوی جنایات جمهوری اسلامی را بگیرد. نباید به جمهوری اسلامی اجازه دهیم که در سکوت جوانان بیگناه ما را بکشد و عاملین اصلی این جنایات را تبرئه کند.
کمیته بین‌المللی علیه اعدام 21 اسفند 1399 11 مارس 2021.